افتخار میکنیم به این، افتخار میکنیم به این که مردم نجیبی هستیم تو دنیایی که آمارا ببخشید حرامزادگی داره میاد. ببینید بعضی از این کشورها اوت اوف مریج، بچه های خارج از ازدواج دارن به دنیا میان، بالای 70%. ببینید شما آمریکای لاتین ببینید چه خبره، ببینید خود آمریکا ببینید چه خبره، تو اروپا چه خبره. افتخار میکنیم که مملکت حلال زاده هستیم. نمیگم بقیه کشورها خدای نکرده حرام زادن، نه، اما هنوز اینجا بنیان خانواده اصله. ما اینجا اجازه نخواهیم داد کسی به سمت تخریب خانواده بره. جنگ آخرالزمانی ما جنگ خانواده دارها با بی خانواده هاست. من اینو کجا فهمیدم؟ تو اوج کرونا یه سفر کاری بسیار مهم پیش اومد، من همه سخنرانیامو دیدید این 2 سال تقریبا کنسل بود. بنده یکی چه میدونم بعضی روزا بود روزی 6 تا 7 تا سخنرانی میرفتم، 2 سال کل سخنرانی تعطیل شد به ندرت تک و توک. سفر کاری بسیار مهم پیش اومد، مجبور شدم من فرود. وقتی داشتم برمیگشتم از فرودگاه تا دفتر کاریم که اونجا بود ماشین رو پارک کردم و سوار بشم برم خونه، تو خیابون هر چی نگاه کنم به ندرت یه دونه خانم بود. میدین معنیش چی بود؟ معنیش این بود که درست مشکلاتی هست، درست معضلاتی هست، اما یه جایی هست به اسم خانواده که طرفو میپذیره، میگه حالا پاشو اگر کار سخت بشه، کارت به استخون برسه، یه خانواده هست که حالا عموم مردم که اصلا لازم نیست به این سختی‌ها برسه. نذارید خانواده رو از هم بپاشونن. به خدا روزی که خانواده رو از هم بپاشونن، تو یه پدر تو خونه سالمندان خواهی بود. قربو نمیبینید طرف میمیره تو خونه خودش، یه هفته است یه ماه گذشته بوی گند گرفته، کسی نیست بهت پیداش کنه. تو یه مادر حرمتت حفظ نخواهد شد. برای زندگی خودت، برای منافع دنیوی خودت هم که شده حفظ خانواده. دشمن با تمام توان اومده خانواده رو بزنه. وقتی ترند میکنه که نمیدونم هشتگ درست میکنه شبکه‌های اجتماعی که با افتخار میکنه که بی‌ناموسه، با افتخار میگه. اون یعنی چی؟ یعنی ناموس براش مهم نیست. برای کدوم مملکت؟ برای مملکتی که وقتی من به ادبیات خودم، به فرهنگ خودم رجوع میکنم، میگه رستم وقتی رفت اون هفخان رستم تو یکی از این مراحلش، تهمینه اومد شب پیشش گفت برو پی کارت، فردا میام تو را به آیین برم. گفت میام فردا طبق اصول رسمی و عرف جامعه از تو خواستگاری میکنم. و این طرف ماجرا خانواده‌ای که این همه تأکید شده در روایات اهل بیت در قرآن، میخواد این خانواده پاک رو اسم ببره اهل بیت، یعنی اهل این خونه. اینقدر این مهمه، اینقدر این اهمیت داره. مراقب باشید حریم خانوادتون دست هر کس و ناکسی ندید. نمیگم برید از تو کوچه یا آدمو بردارید بیارید، تو با پخش اون فیلم و سریال نامربوط تو خونه اون آدمو برداشتی ها بود. قویاً انتقاد دارم نسبت به اتفاقاتی که تو کشورمون داره میفته، قویاً انتقاد دارم نسبت به فیلمایی که یهودی های خانوادگی خانگی داره پخش میشه، ترویج خشونت. یه سریال نگاه چاقو چاقو میگم دل رو دهم میگم میریزم بیرون. خب بچه‌ای که داره اینو نگاه میکنه الگو داره میگیره، توهین به پدر و مادر. بابا تو میخوای بچت همینجوری بار بیاد؟ بخواد به تو توهین کنه؟ بی بند و باری به معنی واقعی کلمه. کمدی ها شده بدترین و سخیف ترین کمدی ها که هرچی شوخی جنسی درش بیشتر، بعد میان اینو تقلیل میدن به مسائل بسیار جزء. انتقاد ما به برخی از سلبریتی ها بابت اینه که شما خانواده رو کشتید، خانواده رو نابود کردید تو این مملکت. انتقاد ما به صدا و سیما اینه افرادی رو برداشتی آوردی گذاشتی الگو تو تلویزیون، 45 سالش هنوز هم نگرفته مجری شما و دخترها روش کراش دارن اصطلاحاً. ترویج چی داری میکنی؟ مجری دیگتون 4 بار زن گرفته، یه مجری دیگه در اثر اووردوز فوت کرده. آقا اینا الگو هن؟ بعد میگه چرا این جوون نمیخواست زن بگیره؟ خب اینو داره میبینی. لیلت و رقائم سلبریتی ها، شب یلدا سلبریتی ها، شب عید سلبریتی ها، دهه محرم سلبریتی ها. انان مملکت داری دست کی؟ بعد همین ها که صبح تا شب با بودجه بیت المال معروف شدن، معرفی شدن، برمیگردن دهنکجی میکنن نه به حکومت، به فرهنگ من و تو. تبریک میگن به هم بابت فیلمی که توش تجاوز به فرهنگ ما شده، به ارزش های ما شده. چی کار باید بکنن با یه مردمی، با یه ملتی که اینا ناراحت بشن بهشون بر بخوره؟ سلبریتی میام تو چش مردم نگاه میکنه میگه 85 میلیون آدم، 80 میلیون آدم یه طرف،
پسرم یه طرف. این فرهنگ ما بود. یا 230,000 تا بچه که رفتن مادراشون گفتن بچه‌هامون فدای این خاک و این ارزش‌ها. کدوم یکی از اینا بود؟